خب مجدداً سلام، جلسه پرسش و پاسخ سشن هفته همون روز چند دقیقه بعدشه. طبق معمول چون الان تنها هم هیچ سوالی به ذهن من نمیرسه، به نظر من این کدا مثل روز روشنه. یه سری در مورد الائنمنتی کم توضیح میخوام بدم. ببینید، برای سخت افزار به دلایل مختلف گاهی وقتا مهمه که دیتایی که میخواد بخونه، دیتای مالتی بایت، وقتی چند بایت دیتا رو با هم میخواد بخونه، آدرس این دیتا تو حافظه مضرب یه عددی باشه. مثلا یه سری آرکیتکچر هستن که دیتا رو از حافظه فقط میتونن مثلا 4 بایتی به اندازه یه ورد بخونن، به اندازه یه کلمه‌شون که حالا وردشون 4 بایتی یا هر چی میتونن بخونن، و اون وردشون هم حتما باید الاین شده باشه، مثلا تو آدرس های مزرب 4. این اصلا نمیتونن خونه 3 حافظه رو فقط بخونن، یا خونه 3 و 4 و 5 و 6 حافظه رو با هم بخونن که بشه 4 بایت. باید خونه 4 و 5 و 6 و 7 رو بخونن، یعنی اینتجر فقط میتونه اونجا باشه، یعنی یه ورد تو حافظه فقط میتونه اونجا باشه. بعضی آرکیتکچر هستن که پنالتی، پرفورمنس پنالتی داره، یعنی اگر آن الایند باشه دیتا، مثلا 4 بایت من بخوام بخونم از یه آدرسی که مزرب 4 نیست، مثلا فرد یا فقط مزرب 2، پرفورمنسش ممکنه بدتر بشه، کنتر بخونم. فکر میکنم آدرس های آرکیتکچر قدیمی x86 شاید اینجوری بودن، درست خاطرم نیست، یعنی اطلاع درستی ندارم. بعضی آرکیتکچر های اینجوری هم. بعضی آرکیتکچر هستن مثل همین اینتل خودمون الان که بعضی دیتا هاشون باید الان شده باشه، بعضی دیتا لازم نیست. مثلا دیتایی که میخواد بیاد تو رجیستر معمولی، وقتی دیتا رو میخونی تو رجیستر معمولی، رجیستر جنرال پرپس، لازم نیست الان شده باشه رو آرکیتکچر x86. ولی دیتایی که میخواین تو رجیسترهای SSE2 و اینا بخونید، اگر درست خاطرم باشه یا باید حتما الان شده باشه، یا اگر الان شده نباشه پرفورمنس پنالتی بد داره. فکر میکنم باید حتما الان شده باشه، درست الان خاطرم نیست، خیلی وقته که از اون استفاده نکردم دیگه. شاید هم پرفورمنس پنالتی فقط داره این x86، اگر درست خاطرم باشه آن الایند مشکلی برای خوندنش پیش نمیاد، فقط پرفورمنس پنالتی داره. یه مسئله دیگه هم هست، اینه که بجز این که بعضی آرکیتکچرها ذاتن این پرفورمنس پنالتی رو دارن، اینه که شما مسئله کش لاین هم پیش میاد. گاهی وقتا هستش که اگر یه دیتایی، یه اتم دیتا، یه 4 بایتی، یه اینتجر 4 بایتی مثلا، یا یه فلوتینگ پوینت 4 بایتی، 4 بایتی یا هر چی، اگر آدرسش مزرب 4 نباشه، ممکنه بیفته توی دو تا کش لاین. اگر اطلاع داشته باشید میدونید که دیتا از حافظه واقعا، یعنی از نظر سی پی یو و از نظر مموری منیجمنت یونیت، مموری انفراستراکچر، تو واحدهای کش لاین میاد و میره، مثلا 64 بایت 64 بایت، یا حالا ممکنه 128 باشه، الان 64 بیشتر، 64 بایت 64 بایت مموری میاد، و این 64 بایت ها اینا الان شدن، یعنی از آدرس 0 بایت 0 تا بایت 63 اینا تو کش لاین 0 میرن و میان، یعنی یک کش لاین حساب میشه. یعنی هیچ وقت کش لاین من دل بخوای نیست که بتونم بگم از اینجا شروع میشه تا یه جایی که تموم میشه تا 64 بایت بعدش، دقیقاً از آدرس های مزرب 64 شروع میشن و تا 64 بایت بعدش ادامه پیدا میکنه. برای همین حالا اگه من یه اینتجری داشته باشم که رو دو تا کش لاین بیفته، یه بایتش اینور باشه، سه بایتش اونور باشه، دقیقاً رو مرز کش لاین باشه، ممکنه که برای خوندن همین یه دونه اینتجر من دو تا کش میس بدم، و کش میس هزینش خیلی زیاده دیگه. وقتی دیتایی که میخوام تو کش نباشه، مجبور شم برم دو تا کش لاین رو بیارم، هزینش خیلی زیاد میشه، چون دیتا آوردن از حافظه کنده. اگر یه کمی بهش فکر کنید، میبینید که سایز دیتای من 2 بایت و 4 بایت و 8 بایت و 16 بایت، اینا مقسوم علیه های 64 هستند. پس اگر من یه دیتای 8 بایتی داشته باشم مثلا، و این رو آدرس های مزرب 8 حتما بچینم بذارم، اگر یکم بهش فکر کنید میبینید که این امکان نداره بیفته توی دوتا کش لاین، حتما کامل و تمام و کمال توی یک کش لاین میفته، که باعث میشه من در واقع تضمین شده برام باشه که اگر این دیتا تو کش من نباشه، با یک پر کردن یک کش لاین همه این دیتا رو میارم، لازمه دو تا کش لاین رو بخونم. خیلی زور داره برای اینکه من 2 بایت دیتا یه دونه شورت اینت رو بخوام بخونم، دو تا کش لاین مجبور شم لود کنم. چرا؟ چون شورت اینت من یه بایتش تو این کش لاین، یه بایتش تو اونه، یه دونه یه بایتش تو بایت 63 حافظه است، یکیش تو بایت 64 حافظه است، که میشه کش لاین 0 و کش لاین 1. آره، در واقع نظیر کش لاین 0 و کش لاین 1 میشه. خیلی زور داره. پس به هر حال همیشه ایده خوبیه که دیتا هامون الاین شده باشن به سایز خودشون.
حداقل دیتا های بیسیکمون، دیتا های المنتریمون. حالا برای اینکه این کارو بکنیم، کامپایلر چند تا تریک انجام میده. رو استک مثلا استک فریماشو سعی میکنه الاین کنه همیشه. بعد رو استک فریم مثلا وقتی استک فریمش همیشه مضرب 16 باشه، یعنی وقتی وارد یه فانکشن میشیم حافظه آدرس استک فریمش از مضرب 16 شروع بشه. هر چی هم روی این بذاری، دیتایی که روی این میچینید، متغیرهای لوکال همیشه الاین شده خواهند بود دیگه. اگر اونا رو خودشون رو الاین کنی، یعنی من متغیر 4 بایتی میخوام بذارم و بعدش متغیر 8 بایتی میخوام رو استک بذارم، 4 بایت خالی بذارم بعد متغیر 8 بایتی رو بذارم، اینجوری میدونم که اون متغیر 8 بایتی من به مضرب 8 الاین شده هست. روی هیپ هم همینطور. روی هیپ یه ذره داستانش سخت‌تره، ولی فرض کنید توی استراکت من وقتی دارم دیتا رو میچینم، توی استراکتی که یه 2 بایتی دارم بعد یه 8 بایتی دارم، اون 2 بایتی رو 6 بایت بعدش خالی میذارم، بعد اون 8 بایتی رو میذارم به این امید که اگر اون کل این استراکچر من توی آدرس مضرب 8 بود، اون المان 8 بایتی داخل این استراکت هم آدرسش مضرب 8 باشه. یه ذره باید به این موضوع فکر کنید. اگه خواستین در موردش میتونید بخونید، گوگل کنید و بخونید در مورد الاینمنت و اینکه به چه درد میخوره. خلاصه حالا که اینجوری، یعنی بعضی وقتا برای من حداقل از نظر پرفورمنسی و بعضی وقتا از نظر کارکتنس مهمه که من دیتا هامو درست الاین کنم. و این همین آرایه دیتای ام دیتایی که ما اینجا توی آرایه مون تعریف کردیم، توی کلاس کپت آرایه مون تعریف کردیم، این در واقع از نوع ولیو تایپ، دیتای از نوع ولیو تایپ میرن این تو. حالا اینکه من دیتا، من آرایه از کاراکترا گرفتم، آرایه از بایتا گرفتم، این تصادفیه و به خاطر مسائل داخلی کانتینرمه. من که نباید الاینمنت دیتا های یوزرم رو خراب کنم. پس مهمه که من الاینمنتم رو رعایت کنم. از کامپایلر بخوام که لطفاً، کامپایلر جون عزیزم، لطفاً این ام دیتا رو یه جوری الاین کن که انگار آرایه از ولیو تایپ هست. در مورد آرایه های تضمینی هست که کامپایلر سی و سی پلاس پلاس با ما میدن، اونم اینه که عناصر آرایه رو بچسبونن به هم، میتپونن به هم، یعنی بین عناصر آرایه هیچی خالی نیست. اگه پدینگی بخواد باشه داخل هر عنصر، یعنی هر عنصر اگه استراکتی باشه داخل اون استراکت هر پدینگی داشته باشیم داریم، بین اونها هیچ فاصله دیگه نیست. برای همین اگر استراکت های من سایزشون یه عدد درستی باشه، مثلا 16 باشه و اولین عنصر آرایه من خودش آدرسش مضرب 16 باشه، بقیه‌شون هم مضرب 16 خواهند بود یا هر پدینگ دیگه‌ای که لازم داره. به هر حال این ماکرو که من نوشتم که دیفینیشنش اینجاست، دفینیشنش اینه، کاری که میکنه اینه که میگه ببین اون تایپ تی چه الاینمنتی لازم داره. هر عددی بود تو از کامپایلر بخواه که این دکلریشنی که بعدش میاد، دکلریشنی که اینجا میاد، اینو اونجوری الاین کنه به اندازه مثل تایپ تی الاینش کنه. اینم از موضوع الاینمنت. همین جلسه بعد احتمالاً الوکیتور رو پیاده سازی میکنم، یکی دوتا الوکیتور پیاده سازی میکنم سشن بعدی، و سشن بعدیش وارد پیاده سازی گرافیک میشم امیدوارم. حالا فعلا هی پوش بک میشه. به هر حال این کدا کدای به درد بخوریه، کدایی که هی بهشون ریفر میدیم برمیگردیم. ترجیح میدم الان این کدا رو بنویسم به جای اینکه هی بخوام وسط دوشتن یه ساب سیستمی بک ترک کنم هی بیام این کد رو بنویسم. هرچند این کار لازم خواهد بود، یعنی گریزی از این موضوع نیست که وسط نوشتن مثلا ساب سیستم گرافیکمون، رندرینگ سیستممون، بک ترک کنم بیام به وکتورم، به ارایم چهار تا متد اضافه کنم، یا برم فیکس پوینت اریتمتیک پیاده سازی کنم، یا هرچی، حالا اون موضوع دیگه یه فیکس پوینت اریتمتیک، یا کانفیگوریشن سیستمو یه ذره عوض کنم. آها راستی، کانفیگوریشن سیستم باید پشتیبانی استرینگ بهش اضافه کنم، حالا باید اینم هر وقت لازم شد. خب اینم از پرسش و پاسخ امشبمون. خداحافظ.